بفرمایید. بقیه نوار. وجود سالار باعث شد که در واقع جمال حس بکنه، ببینه تو ملاقاتی که ما با هم داشتیم، حس کرد که این یک رابطه هستش که واقعا برای من مهمه و از نظر احساسی اون سیگنال های ما رو گرفت. و بعد از اینکه اون جلسه به هم خورد و جلسه‌ای که سالار رو بعد از اون جلسه‌ای که سالار رو جمال و جمال اومد نمی‌دونم همون دفتر مهندس سالار دفتر داشت توی نزدیک تو خیابون ولیعصر نزدیک خیابون مهندس را ساختمان بود. آره مهندس اتوبان آیت الله صدر رو اون چیز مهندسش بود و مهندس خیلی خوبی هم بود. بعد من بهش گفتم که جمال که بعد که دید حس کرد که این واقعیه، یعنی یه کسی نیستش که ساختگی باشه. بعد از اینکه رفتن اینا جمال سالار گفتش که خب من نمیتونم بهت خیلی کمک کنم، ولی در یه اندازه بهش هم کمک کرد. یک بار یه چک 400 هزار تومانی سامان جمال رو پاس کرد، بعدا هم خب جمال داد. البته من از طریق سالار این کار کردم. جمال هم واقعا با وجودی که قرضای من هیچ کدوم نداده بود، ولی خوشبختانه مال سالا رو داد، چک داده بود. ولی بعد از اینکه این جلسه تموم شد من بهش گفتم جمال این همون مردیه که من بهت گفتم، آدرسشو بگیر، هر کاری میخوای بکنی بکن، من با این آدم رابطه برقرار خواهم کرد. و رابطه عاطفی ما هم با هم شروع شد. گفت تو این کارو نمی‌کنی و فلان. گفتم حالا من بهت گفتم ما رو تغییر کن، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. آقا من گفتم گفتم اگر این کارو کردم که خب بهت گفتم کردم، اگر باش ارتباط جنسی برقرار کردم که بهت میدونی که دروغ نمیگم. به هر حال این رابطه من با سالار ادامه پیدا کرد و خب با رابطه جنسی هم برقرار کردیم. من اینو به هم خانوادم گفتم و هم به همه، همینطور علنیش کردم به عنوان یک اولین، حتی به عنوان یک دوست پسر، اولین دوست پسر من در ایران در واقع اون شد. و این از زینب خارج؟ آره دارم از زینب، اسمم هنوز زینبه. ولی الان اسمم زینبه، ولی هنوز دیگه نماز و در واقع وجود در اون زمانی که سالار اومد دیگه من نماز رو هم دیگه نمیخواستم بخونم، چون دیگه با ارتباط جنسی با سالار این از اون پوستی زینب اومدم بیرون. البته بعد جمال توی رابطه هم یه کاری کرد، گفت وقتی که فهمید که من این کار کردم خیلی برایش سنگین بود. خیلی گفتم حالا تو میخوای هر کاری بکنی، گفت تو تیر خلاص رو زدی به رابطه‌مو و من این طلاق رو خواهم داد دیگه، اما تو رو به سنگسار میکشونم. گفتم بکشون. یک نفر از این زنهایی که هست، همه این زنهایی که توی رابطه ارتباط برقرار میکنن اگر راحت بیان حرفشون رو بزنن این مسئله رو شکسته خواهد شد. بعد رفت گفت گفت من هم تو با اون خوابیدی؟ گفتم آره. بعد به سالار زنگ زد. به سالار زنگ زد گفت میدونن که من شوهر هنوز قانونن شوهر چیز هستم، طلاق ما انجام نشده. زیبا میگه تو باش خوابیدی. بعد اینم ما رو تعقیب میکنه، آدرسی که بهش داده بودم. یه بار میاد دم اون خونه ای که من با سالار بودم، میبینه که من از پشت اون پنجره میبینه. خب من خوشحال میشم، میگه من اومدم شما رو دیدم. گفتم خب دیدی که دیدی، من خودم بهت گفتم این کارو بکن. خب بعد اینها دیگه فهمید که واقعیه، یعنی البته حرف من براش حجت بود، اما اینها رو هم که دید دیگه با وقتی به سالار گفت برای اون که من رو به اون چیز بکشونه سنگسار و اینها، آره این یه تهدید بود، این کار رو شاید نمی کرد نهایتا، اما این حرف رو زد. به سالار زنگ زد. سالار برگشت بود که نه زیبا نه انکار کرد رابطه چیز رو انتبار. گفت زیبا اون انکار کرد. گفتم خب اون من که دارم بهت میگم. گفت حالا حاضر اینو توی دادگاه هم اعلام کنی؟ گفتم من اعلام میکنم. حالا اینو این جریان رو من چون در رابطه با اون آیت الله بودم، آیت الله چیز کرد با من، رفتم این جریان رو بهش گفتم، همون آیت اللهی که در وکیل زن برای شما گرفته آره گرفته بود، با من تلفنش رو داده بود و ارتباط مشخص با من داشت. ارتباط همیشه میگفت تمام مسائلی که در رابطه با شوهرت پیش میاد به من اطلاع بده. من این جریان رو گفتم. براسته گفت بلند شو بیا خونه ما. بعدش گفتش که خیلی دلم میخواست که اسمشو یادم بود میگفتم.
بعد گفت بلند شو بیا خونه من. رفتم خونهشون و به گفتم که من میخوام این حرف رو بزنم، این حرف رو بزنم. بعد به من یه حرف زد، گفت شما چرا الان حتما اصرار داری که حتما بگی؟ حالا که نمیخوای دروغ بگی سکوت کن. من میتونم ازت خواهش کنم این کار رو بکنی؟ خیلی برام جالب بود. گفتم خیر. گفت حرفی حرف حرف این خواست بزنه، گفت شما این کارو کردی؟ اون آقا گفت نه، نگفت که نه. چون میدونست نمیگم نه. نه، گفت اون آقا گفته نه، یعنی منظورم. اون آقا که گفتم که گفته نه. آها، یعنی گفتم. گفتش که وقتی درباره شما پرسید که این سوال شعای تو خوابیدی یا نه با اون سالار، تو حالا نمیگفت تو چرا این کارو کردی. جالب بود. این آیت الله حسین صدرت گفتم من خیلی کارو کردم، مثلا برای اینکه اینو بشکنم. گفتم من برای اینکه این که طلاق بگیرم. بعد اصلا اینگه نصیحتی کرد، نه اصلا خوشش میمد از من. البته ایست رفت به عنوان یه مثل آیت الله شریعت مداری و این کار نظر به عنوان یک زن سیغی اینا به من نگاه نکرد. اینجوری بود. اینو باید انصافا بگم. خود من رو دوست داشت، شخصیت من رو دوست داشت. بعدش هیچی دیگه، بعد برگشت گفتش که خب شما چرا بخوای حتما سوال ما جواب بدی؟ در این رابطه اگر مسئله مطرح شد تو سکوت کن، رو جواب نمیده، دروغ هم نمیگه. اون موقع به مرزم خوب بود، گفتم آره واقعا چرا باید من جواب یعنی جواب جمال رو بدم. جمال که وقتی همچین مسئله رو روبرو شد از اونم با سالار دیگه، در واقع مسئله طلاق ما با توجه به اینکه هم اسناد و مدارکمون قوی تر شده بود، هم از این نظر که جمال فهمیده بود که دیگه مبارزه درست نیست و هم اینکه خودش نهایتاً هم منو دوست داشت، از اون ور هم که این مسائل رو که من میدید که من نمیخوام باهاش مبارزه بکنم و مبارزه من یک عمل عکس العملی در مقابل رفتارهای اونه، نهایتاً ما حالا حکممون داده شد. منطقه باید میرفت به شورای نگهبان. شورای عالی قضایی. اونجا هم دیگه اگر اون میمد دیگه قطعیه قطعی بود. دیگه این آیت الله هم گفت حکمت خوبه، دلائل درست شده و فلان. این جریان چند سال طول کشید. میدونی چقدر چه نیروی از من برد. از اون بر درست یک ماه مونده به این که از شورای عالی قضایی بیاد. این جریان مال سال 1975، بعد من 76، یعنی تقریبا 4-5 ماه قبل از اینکه من بیام آلمان، جمال یک ماه قبل از اینکه شورای عالی قضایی حکمش بیاد، آیت الله هم گفته بود که مسئله طلاق تو قطعیه، تمامه. این اومد گفتش زینب من به این نتیجه رسیدم که خودم داوطلبانه بیام این کارو بکنه. جمال گفت دیگه من نمیخوام با تو مبارزه کنم و میخوام توی رابطه، البته صادق کارم دخالت کرد، کسای دیگه و همه این توی این وسیله خیلی مسائل جزئیات زیادی پیش اومد، بگذاریم از اینها که تاثیر همه توی این عوامل داشتن، اما کلش این بوده. بالاخره یک ماه قبل از اینکه طرح شورای عالی قضایی حکم منو بفرسته، جمال با پای خودش اومد. گفتم جمال به پاس اینکه تو یک ماه حتی زمان به من بخشیدی و من رو از این مسئله رها کردی و من میخوام که یک زن آزادی باشم، نمیخوام دیگه ازدواج کنم. من تناقض در ازدواج، یعنی اصلا میخوام از همه پوسته های مذهب، پوسته های قالب های مختلف بیام بیرون، قالب های ازدواج، اصلا نمیخوام دیگه ازدواج کنم، میخوام یه زن آزادی باشم، میخوام با هر کسی که دلم میخواد باشم و و و این حرفا رو که میزدم. اینا هم توی جریانی بود که اتک های روحی من زیاد شده بود. چندین بار من به بیمارستان کارم کشید. همین زمان توی مرحله، حتی توی یه مرحله جمال میاد بیمارستان منو میبینه. خب ولی به هر حال در رابطه با طلاقمون یک ماه زودتر که این کارو میکنه، میگم من تمام مسائل و ناراحتی هایی که از تو داشتم میبخشم و حاضرم، یعنی امیدوارم که یک روز رابطه دوستی با خود تو با هم داشته باشیم و رابطه دوستیمون علاقمو با تو حفظ میکنم، برای اینکه به هر حال من طلاق رو از تو گرفتم.
و نه به تو بدهکارم نه به خودم بدهکارم. حالا این چه رابطه پیش میاد در آینده امیدوارم. بعد دیگه وقتی من بیمارستان دیگه با عنوان دو تا دوست با هم صحبت کردیم و گفتم که امیدوارم یه روزی همدیگه رو ببینیم که بعد از 12 سال چهار ماه بعدش من اومدم آلمان. چند سال آلمان موندی؟ من سال 1998 که همون 376 هست میام، بعد دیگه تا الان آلمان موندم، ولی 2008 دوباره میرم تا یک سال نم که ایران میمونم، که البته مرتبم میمدم، سه بار اومدم آلمان. اونجا دیگه من جمالو پیدا میکنم بعد از 12 سال. اونم عاملش کی میشه؟ فاطمه میشه که الان اسمشو گذاشته سارا، دخترش. آره دخترمون، دخترتون. آره. اون وقت بدین ترتیب شما زندگیتون در آلمان ادامه پیدا میکنه تا حالا. آره. دکترات هم گرفتی پزشکیتون؟ پزشکیم هم گرفتم. اینها فقط پدر مادرم وقتی میبینن که من با این حالتهای روحی که الان گسیخته شدم، آزاد شدم، تمام اون عقده ها و اون مسائل، بعدش مثلا فرض میرفتم تو خیابون حرف میزدم، میگفتم من حجابم رو حجاب دیگه قبول نداشتم، دیگه یه موقع لخت میخواستم بشم، یا مثلا حرفایی میزدم میرفتم با آیت الله های و داستانش خیلی مفصله تو خیابون دیگه اینها، یا مثلا آلمان داریم دیگه نه میرم میخواستم خیابون برم، مادرم چند بار گرفت. این بچه دوری در این برم خوردن. آره بعد که یک بار گفتم من با خدا میخوام ازدواج کنم، بردن شوک الکتریکی دادن. بعد دیگه آره شوک الکتریکی شوک دادن بهش. آره بعدش بیمارستان خوابوندن و بعد دیگه بعد از اون دوباره بیهوش شدم و بعدش دوچار افسردگی و فلان، ولی باز دوباره این انفال ها با اینها که پیش میمد، حالت ها ما که دیدن که این خودش بحث مفصلیه، پدر مادرم به این نتیجه رسیدن که من نمیتونم. دوتا بادیگار داشتم، پسر خالم بود، این بود، اون بود که تو خیابون مواظب باشم مثلا من نرم سراغ آیت الله باش حرف بزنم، سراغ برم یه کاری بکنم. چیزا حالا خوب یا بد داره بعد روحیت خوب نبود دیگه با این فشارات که سه سال اومد. بعد دیگه اینا به این نتیجه میرسن که با خواهرم تماس میگیرم، با همین سیما میگن سیما ما، بعد با من میگن که تو برو خواهرتو ببین، با عنوان اینکه برو خواهرتو ببین، ولی تو اونجا میفهمیدم که این حرکت یه چیزیه که برنامه ریزی شده که برو بمون. بله. ولی من هم یه پام این ور بود هم یه پام اون ور بود، ولی فقط با یه چمدونی که لباس تابستان مسافرت دارم میام اونجا برم خواهرمو ببینم. 1398 خرداد 76 1998 من نگفتیم. آره 1377 میشه دیگه. جوان از دارتا دفتر آف میشه. پس بعد از اون یه سال هم من یه دفتر آقای یه سری دفتر مشابه نمیدونم حالا به هر حال اگه 98 باشه میشه دارتا دفتر آف. این زمانی که هنوز الان آقای خاتمی شده رئیس جمهور. آره خاتمی شده 76 شده رئیس جمهور دیگه. یاداش میشد. آره شده بود. یک سال رسی ماش نکرد. درسته؟ حوالی هایتون بیاد. آره چون که شده بود. شما ترتر خاتمی بودی؟ ترتر خاتمی بودم. آره ترتر خاتمی بودم. خب شما این کتابتون رو حالا زندگی آلمانتون که دیگه به اندازه کافی نوشتید و هست، ولی در این کتاب آخرتون بعد از 12 سال که رفتید ایران کی رو دیدید؟ بچه ها رو دیدم. بچه ها بعد دوباره جمال هم گفتید دیدید. آره جمال دیدم. این کتاب خیلی برام مهم بود که من این کتاب این جمالی که در ایران دیدیه؟ کدوم؟ این کدوم؟ نه این محمد بزرگ شده پسرم، پسر خوندمون. آره پسرتونه؟ 20 سالشه. همون پسر کوچیکی آره که؟ کوچیک. آره الان بزنید عکساش هم نشون بدم. ایران رفتی بچه هاشون دید؟ بچه ها همونجا هستش به هم میزنید؟ آره این کوچیکی رو نشون بدم. این دوتا با هم دیگه الان هست. این که عکس‌ها رو جمال در اختیار من گذاشت، کتابو بعد از اینکه خوند. البته جمال وقتی که خوند کتابو خوند. بچه‌ها رو ببینید. آها این دوتا هستن. آره. همین دوتا اینا شده الان. آره. این دفعه رفت 1900 چند رفتی دیدن؟ 2009 که من اینا رو میبینم. 2009. آره. این کتاب رو که نوشتی دست نوشتت رو گفته بودی دادی بودی؟ آره حتما باید میدادم، چون برام اول میترسیدم جمال اینا رو ببینه. از ریز جریاناتی که من از لحظه آشنایی و
بعد حتی مسائل جنسی، مسائلی که بوده اینا رو دادم جمال یه مقدار تصحیح کرد یه سری چیزاشو. بعدش هم که یه سری مسائل اضافه کرد. اول که نمیتونست بخونه چون 70 صفحه رو که خوند، بعد گفت حالا من هم خورد. چون جمال هم خیلی در این دوره زندگی با من آسیب دید. بعدش هم با پدر مادر، از پدر مادر من و مسائل من اینجا خیلی از اونا آسیب دید. و بعد وقتی که اینو خونده بود گفت من اینها رو ساپرس کرده بودم تو درون خودم، یعنی سرکوب کرده بودم که نیاد بالا، تو اینا رو آوردی بالا و من الان حالم دگرگون شده. 70 صفحه بعد گفت نمیتونم بخونم. بعد که من بهش گفتم برام خیلی مهمه، 3-4 ماه بعد دیگه، من البته این کتاب رو الان که به این صورت نداده بودم، به صورت یه جزوه تایپ شده و چیز شده دیگه چاپ کرده بودم همین. خب این زینب بود که اون زمان، حالا پشترش زمانی که کتاب می‌نویسی پشتم نشون میده این عکس توی دیگه. آره همون دیگه زمان نوشتی. زیبا شده دیگه الان. آره اسمت زیباست دیگه. آره زیبا ناوک، ناوک هم که به یاد همون جمال، ارتباطی که با جمال داشتم اسمم انتخاب کردم. حدود 2000 سال 2006 من با توسط به علت اینکه خیلی شعرهایی که می‌نوشتم خیلی باز بود و خیلی حرفای رکیکم یه سری به کار می‌بردم، پدرم یه بار زنگ زد به من گفتش که من نمی‌خوام که سایت به نام زیبا نوبری باشه، با اسم ما باشه. اگه می‌خوای اینا رو انتقال بدی بایستی اسمتو عوض کنی، به اسم ما نباشه. من سایتمو همون موقع بستم. بعدش تو همون فاصله تا ساعت 2 ساعت بعد یه دفعه احساس کردم که زیبا ناوک، ناوک اسمی باشه که همون از نشریه‌مون باشه. و بعد موقعی که حالا جالب اینجاست که سارا یا فاطمه، این زینبه، بعد آره اینم که سارا یا سارا خوشگل من، که وقتی که این عکس رو این از طریق قلیچکانی و اینترنت یک سال دنبال من میگرده. یعنی یک روز جمال میگه که من همینطور سرچ کنم توی اسمشو میزنه توی گوگل، بعد میگه که خب بذارم ببینم که چیه، جمال شیر محمدی چی هست. یه دفعه میبینه تخ 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 یه سری چیزایی میاد، لینک هایی میاد، همش در رابطه با من، که من چون در موردش حرف زدم با اسم واقعی. بعد میره تو سایت من، میره تا سایت قدیمی من، میبینه که بالای سایتم نوشتم زندگی گلیست که در عشق ریشه دارد. زندگی گلیست که در عشق ریشه دارد کلمه‌ای بود که جمال، از جمله‌ای بود که جمال توی حلقه نامزدیمون حک کرده بود و به من داده بود، یه حلقه طلا، تنها چیزی که اومد. بعدش هم که اومد تا به من دیگه اون حلقه کو بعد 12 سال همیشه میگم اون حلقه کو. بعدش میگفتم که اون حلقه رو من بخشیده بودم توی خیابون، تو اون حالتهای مانی به یه زن توی اتوبوس بخشیدم. بعد گفتم زندگی گلیست که در عشق ریشه دارد. بعد وقتی اون سایت رو میبینه، بعد میبینه زیبا ناوک، گفتین زینب هنوز به من وفاداره. همه دیگه من جمله خودش رو نوشتم جمله. و بعد من میدونستم که با کلمه زیبا ناوک هم جمال منو پیدا میکنه. بعد فاطمه رو صدا میکنه، صدا میکنه میگه ببین کیه. فاطمه سارا شده، میگه سارا بیا ببین کیه. و سارا میبینه، بعد همونجا سری آدرس منو ور میداره، ولی چون با جمال اون موقع قرار بود گفتش که خب که چی بهش همینجوری میگه. اون که خب دیگه هم این دوستاش من با من ارتباط داشته باشه، هم اون، ولی به هم دیگه نشون نمیدن. سارا میگه که بعدا میرم یک سال اینقدر اینور اونور، تا اینکه من توی ایران که بودم، بعد میگم از طریق قلیچکانی شماره تلفن میگیره، بعد شماره تلفنم رو من داده بودم. قلیچکانی که مجله آرش در آورده بود، چون تو اونجا من مصاحبه کرده بودم دیگه، تواب زخمی بزرگ بر پیکره نمیدونم جامعه و فلان اینها. تو گفته بودی این جامعه؟ اون جمله مال چیز بود، همین پلیس قلیچکانی اونا به عنوان تواب با من مصاحبه کرده بودن دیگه، اونا به عنوان یه زخمی بزرگ بر پیکر جامعه تواب رو عنوانش به نظرم قشنگه. آره خوب باش، زخم جامعه دیگه. خب حالا ولی این دخل نده، ولی این دخل نده این کتاب وقتی که جمال خون هیچ مقدمه چیزی مطلبی نمیشه. چرا مقدمه سر مقدمه نه چیزی مطلبی نمیشه تو کتاب نوشت، تو اینترنت فرستادیم، تو اینترنت فرستادیم. همون روز
روزی که من سارا منو یه ایمیل فرستاد که من از طریق من سارا شیر محمدی هستم، اول گفتم سارا کیه؟ من چون فاطمه میشناختمش دیگه، ولی شیر محمدی یعنی فاطمه میگه اسمش میگه خوشش نمیاد. آره سارا یک دختر بیسان بیسانیه که از من 20 میلیون پول میخواست فقط بره فان کنه. آره دوست سرام اینجوری، جمالم هم اینطور. برگشت کنم اگر من به اون اعتقاداتی که الان رسیدم داشتم اونطور از دست نمیدادم. منم الان به تناقض ازدواج، به نفی ازدواج رسیدم. بعد خب من هنوز رو تو تعصب دارم. منم گفتم تو میتونی یکی از همسران من باشی، من الان چند همسری هم. ها اون چیز گونه باشی میخوای بخونی؟ از چی؟ فقط این که بگم که آره سارا اومد قزوین، بعدش منو پیدا کرد و باعث شد بعد یواشکی، بعد گفت بدون اینکه بفهمن آدرس یعنی تلفن جمال رو داد، و ولی من همه رو فردا به خود جمال گفتم که سارا اومده و فلان، عکس گرفتم از سارا. بعد جمال خوشحال شد که سارا منو پیدا کرده بود، بعد محمد رو رفتم دیدم و بعد مامان رو رفتم دیدم، عکس مامان جمال هم هست دیگه. خب حالا آره دیگه، آره این هم هست. آه. اگر میخواین همه رو نشون میدم، ولی اینا رو همه رو من اونجا گرفتم و جمال هم مادری که پس چی بود دیگه؟ آره بچه هم که در واقع اون بود که من این آره این عکسی که بعد از 12 سال ما با هم گرفتیم، این عکس مامان جماله. آها وقتی ایران 2009-2008 آره 2000 آره دیگه 1387 1387 میشه چقدر؟ 2009 فکر کنم. 2008. آره یا من از سال 2008 رفتم تا 2009، یک سال و سه ماه من ایران بودم. بعدی به هر حال یکی از دستاوردهای من اینه که جمال تونست اینو بخونه، تصحیح بکنه، سرمقاله‌ای تو سرمقاله‌ای بنویسه و اینکه تایید بکنه و اوکی به من بده که من اینو چاپ بکنم. و اینکه عکسارم خودش داد و اینکه زهرا خوند، خواهرها همه فون همه رو بهش نمونه دادم از کتاب سین. حالا اون آخرش شما آخرش اینم عکس جمال که ولی نذاشت خودش عکسشو بگیره. من عکسش دستشو گذاشته ولی خود عکس جمال با دستش گرفته ولی خود عکس نگیره. آره ولی من البته خیلی عکس ازش داشتم ولی چون رضایت نداشت برنوشتم از کامپیوترش دیگه، هرچند که خیلی دزدی ها کرده بود دیگه اینو دلم نیاد بدوستم. امیدوارم خودش بیاد یه روزی صحبت کنه، ولی اینجا دستش اینجوری گرفته. ولی حالا من سر بخونم. آره بخونی تمام بشه دیگه آخر فیلمتونه. جهان پیرست و بیبنیان از این فرهاد کش فریاد، جمال نوشته، جمال نوشته جمال. روزگار پرسی خود را زد و دوباره به نقطه آغاز من رسید. یواشتر بخونید خانم، شما میتونید دارید روزنامه میخونید. روزگار پرسی خود را زد و دوباره به نقطه آغاز من رسید. پس از 12 سال که هیچ تقصیری در آن نداشتم، حادثه دوباره گلویم را پر از بغض کرد و دست و پا بسته گرفتار شدم. بی آنکه بخواهم یا حتی توان مقابله داشته باشم، باز به روزهای پردرد و رنج دود و شبهای بی کسی رسیدم. روزگاری که در آن آتش گرفتم و خاکستر شدم. همه رو بخونم؟ نه دیگه اگه دوست دارید میخواییم. من در پایبندی به راستگویی در صف زینب ایستادم. دروغ گفتم به خانواده زینب همیشه فرصت دفاع از درست بودنم رو از من گرفت. راست میگین، دروغی که من بهش یاد دادم همیشه اهرم سرکوب شد. گذشت از تمام برخوردهای ناجوان مردانه با من و زندگی من از طرف خانواده و اطرافیان زینب، همواره در جستجوی فرصتی بودم تا در مقابل پدر مادر زینب به سبب دروغگو بودنم درخواست بخشیده شدن داشته باشم. ای کاش از ابتدا راستگو بودیم. زینب زیبا با شعار عدم رازداری ابتدا گذشته خود را بیرحمانه جراحی کرد و آن را مورد نقد قرار داد و سپس با تغییر در رفتار فردی به منظور شکستن هر خط قرمزی در رفتارهای مقبول اجتماعی، عرف را هدف قرار داد تا جایی که انگ هرزگی را به خود خرید. اما آنچه مشخص است این بار نیز او دروغ نمیگوید. آنچه من از زیبا و زینب فهمیدم، او همواره با محیط اطراف صادقانه برخورد کرد و در زینب بی صداقتی خودش را نسبت به من نتوانست تحمل کند و مجنون شد.
درست است که صداقت همیشه با سلامت همراه نیست، اما زینب در تمام دوران مختلف زندگی خودش همیشه مثل آب یک چشمه تازه بوده و شفاف. حالا دیگه بقیهش رو خب. خانم معمار نوبری، بعد میگردیم به همون اسم واقعیتون، خانم سیبا معمار نوبری. امروز گفتگوی ما بعد از 3 روز پایان میگیره، بالغ بر 18 ساعت فیلم ویدیویی. مرسی. خب سرگذشت شما بود، گوشه‌ای از حوادث جامعه ما، جامعه مذهبی، زندان و حوادثی بر شما گذشت. برای پژوهشگران، علاقمندانی که راجع به تاریخ سیاسی، فرهنگ، اجتماعی ایران مطالعه میکنن، در کنار مجموعه فیلم‌هایی که امروز میرسد به نزدیک به 1100 ساعت فیلم تایی 25 سال تایید کردم، در آینده در آنلاین انجمن مطالعات تاریخ شفاهی ایران در کنار مجموعه 105 نفر روایت کنندگان تاریخ از سال 1905 تا به امروز جای خودشو خواهد داشت. مرسی.